اسکندرهای روسی در مشقگاهی تاجیکستان استفاده برده می شوند. در ازبکستان از آن را به مسجدها برگردانیدند. رئیس جمهوری ترکمنستان پسرش را به وارسی خود تیار می کند. در پنج مشقگاهی ولایت خطلان، تمرین های نظامی ضد تروریستی نیروهای دسته جمعانه زودعملی سازمان پیمان امنیتی دسته جمعی آغاز می گردد. در این رزمایش بیش از 5000 نفر سربازان و افسران اشتراک و 64 عدد اویاسیون جنگی، 300 عدد تکنیکای زره پوش و ارتیلری سفربر کرده می شود. در مرحله آخرین مشق ها موشک های فوری تاکتیکوی روسی اسکندر ام به کار اندوخته شده با لگری شرطی گویا نظامیان استفاده برده می شود. خبر می دهد آژانسی اطلاعاتی آسیا پلوس تکیه به سرداری کاتبی مطبوعاتی وزارت مدافع تاجیکستان فریدون محمد علی زاده. یادرس میکنیم که روسیه زود زود در تاجیکستان مشق ها در چارچوبه سازمان پیمان امنیتی دسته جمعی میگذراند. باعث گذرانیدن چورابینی های مذکور از جانب روسیه گویا تهدید از جانب افغانستان آینده میباشد. با وجود این کارشناسان قید میکنند که گفتگوها آید تهدید مذکور واضح و روشن مجازی بوده برای تشکیل حضور حربی نظامیان روس در تاجیکستان ایجاد کرده می شود. حکومت ازبکستان به مسجدهای کلانی کشور از بلندگویک از آن گفتن را اجازت داده است. در این خصوص سامانه از آن نقطه اوز خبر می دهد. طبق اطلاع منبع الحال از آن را از مسافه 300-500 متر از مسجد شنیده می شود. مسجدی که در محله ماست از آن را از بلندگویک گفتن را شروع کرده است. حالا صدای از آن و موعظه روز جمعه امامان از 300 متر شنیده می شود. دعوت به نماز بامداد خوب شنوا است، ولی روزانه سبب غوغای نقلیات ها صدای از آن را شنیدن مشکل می باشد. من با دینداران هم صحبت شدم و آنها به من خبر دادند که صدای از آن از بلندگویک در مسجدهای پایتخت مینار، تیلا شیخ، بادامزار، اسلام آتا، ایلان آتا و کتا کانه خوانده شد، گفت خبرنگار رادیوی آزادی. یادرس باید کرد که تا به نزدیکی در ازبکستان از آن در درون مسجد خوانده می شد تا اینکه صدایش را تنها نمازگزاران بشنوند. تحلیل کنندگان قید میکنند که مجموعه اصلاحات ها در ساحه دین از طرف رئیس جمهوری نو شوکت میرزیایف درآورده شده طبیعت کسمتیکی دارد و احتمال است بجای آن که دیگرگونی های واقعی در کشور رخ دهد برعکس مقصد معروفیت پیدا کردن میباشد. اولا بار من شو سایلاولرده شونده قطنشکنلرین 27 اکتبر در برنامه اطلاعاتی وطنی تلویزیون ترکمنستان لوحه مراسم سپارش مدال ملک گولی بردی محمدوف با کارمندان حربی و حفظ حقوق و اینچنین سپاریدن رتبه های نو به آنها نمایش داده شد. چطوری که برنده خبر داد، مکافات های دولتی با فرمان رئیس جمهور قربان گولی بردی محمدوف بخشیده به جشن 26 سالگی استقلالیت ترکمنستان سپاریده شد. در میان مکافات آنیده شدگان پسری رئیس جمهوری کنونی سردار بردی محمدوف نیز اشتراک ورزیده است که صاحب رتبه پادپالکونیک گردید. مشاهدان قید نمودند که وقتهای آخر سردار در عمه زود زود نمایان شده استاده است. وسایط اخباری عمه نام او را به زبان می گیرد. خلاص از طرف خوب به جامعه نمایان می گردد. از این رو بردی محمدوف خورد همچون وارسی پدرش تیار می شود که امروز در کشورهای آسیای مرکزی مثل انعنه شده است.